بسم الله الرحمن الرحیم. نخست وزیر اسپانیا برای اینکه هموطنان خود را به همکاری برانگیزد در مبارزه با ویروس کرونا به شعر سعدی توسل جسته، میگوید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی چه؟ یعنی فرهنگ نقش مهم و تعیین کننده دارد در مبارزه با یک بیماری که جهانگیر شده است. چه نوع فرهنگی؟ آیا ضد فرهنگ قدرت این نقش رو داره؟ نه، برای اینکه اون این رو پدید آورده. باز امروز یک دانشمند دیگری خاطر نشان کرده است که این گونه بیماری ها نتیجه مستقیم رابطه قوایی است، رابطه قدرتی است که ما با انسان ها با طبیعت برقرار می کنیم. پس از ضد فرهنگ قدرت نمیاد که با بیماری از این نوع مقابله کنه. این محتاج فرهنگ استقلال و آزادی است. چرا این فرهنگ نقش دارد؟ یک دلیل آن این است که فرهنگ استقلال و آزادی از رابطه مستقیم انسان با واقعیت حاصل می شود. دو نوع رابطه برقرار می کنند انسان ها، یکی مستقیم، یکی از راه قدرت. اون که از راه قدرت برقرار می شود ضد فرهنگ قدرت، پر از خرافه، غیر عقلانی ها، و اون که از راه ارتباط مستقیم با طبیعت حاصل می شود علم، دانش و عقلانی ها. خود در همین مسئله این ویروس ببینیم در وطن خود ما چقدر غیر عقلانی ها رواج پیدا کردن. از درمان های غیر عقلانی بگیرید تا باورهای خرافی بگیرید تا ذهنیتی که میگوید به من این بیماری اثر نداره، یا اصلا آقا این چه بیماریه، این کی گفته همچه چیزی رو، اینا همه غیر عقلانی هاست، نتیجه رابطه غیر مستقیمه با واقعیت. بسیاری انسان ها فکر میکنن یه بیماری های هرگز به اونها گرفتارش نمیشوند. خب این تصور غیر عقلانی است. عقلانی که رابطه مستقیم با واقعیت ایجاب می کند که اون چه از تدبیر لازم است برای اینکه بیماری به آدمی سرایت نکند اتخاذ و اجرا بشود. حالا در مورد درمان هم شما می بینید همین مسئله عقلانی و غیر عقلانی رو، همین رابطه مستقیم با واقعیت و رابطه غیر مستقیم از طریق قدرت با واقعیت رو. اونی که رابطه مستقیم با واقعیت برقرار میکنه روش تجربی در پیش میگیره و روش تجربی یعنی این که این خطاها رو به تدریج جبران میکنه تا میرسه به یک راه کار.
چنان که در مورد همین درمان هم فیروز دختر من همین روشو به کار برده. اینکه چینی ها کورتون تجویز میکردن میکردن، احتمالا بعضی گفتن در ایران هم این روش به کار رفته، احتمال به کار رفته، اما چه وقت؟ این مسئله است. چه وقت، به چه ترتیب، به چه اندازه؟ این را دو تا روش داریم. یه روش ارتباط مستقیم با واقعیت فرهنگ استقلال آزادی است. این روش تجربیه. تجربه یعنی چه؟ یعنی به تدریج می شود خطاها رو یافت و جبران کرد، حذف کرد، جاش گذاشت. یه روش دستوری است. این وقتی که از طریق قدرت رابطه قرار میکنه، اونجا میده آقا این گفتن که این کار همونه میکنه، حالا داد نتیجه نداد، این به اون مربوط نیست. در برخورده ها هم که با این درمان میشود همین دو روش مشاهده میکنیم. یا آدم هایی که هیچ اطلاعی از هیچ جا ندارن، به قول میرزا محمود شهابی استاد ما میگفت سه نوع بخیل داریم، بخیل داریم و خر بخیل داریم و نر خر بخیل داریم. حالا بعضی ها نر خر بخیلن، میگن تو چرا هستی که درمان یافتی که اینو به ما بگی که ما نمیریم؟ حالا بدون علم و اطلاع شروع میکنن به اظهار نظر. این خرافه است، غیر عقلانی است. روش دستوری است. روش تجربی نه، تجربه میکنه، میبینه که چینی روش به کار برده، در هنگ کنگ روش به کار رفته، در فرانسه روش به کار رفته، در ایتالیا روش به کار رفته. هفته با قول خود او هفته سه بار با پزشکان که در این کارن جلسه داره، اونجا مبادله میکنن با هم تجاربشون رو. همه اینها رو به کار گرفته، خودش هم محقق هست، تنها پزشک نیست، تنها استاد دانشگاه به معنایی که برای تدریس میکند نیست، یکی از محققان برجسته است. و این خلق و خو کردن به تحقیق او رو به روش تجربی خو داده. خب در تجربه زمان رو یافته که در این زمان با این تدبیر می شود این نتیجه رو به دست آورد. حالا هم به طور روزافزون این در فرانسه این روش داره به کار می رود. این روش تجربیه، عقلانیست، رابطه مستقیم با واقعیته. میره بیمار رو می بینه و تأثیرات داروها رو در بیمار میبینه، زمانهای این رو میبینه که در چه زمانها چه تأثیرها اثر داره، دارو نداره، اینا رو همه رو میبینه و اینا رو روش کار میکنه، یعنی ضبط میکنه و تصحیح میکنه، میرسه به یک درمانی. پزشکان دیگر هم در ایران در جاهای دیگری همین روش رو به کار ببرند، به همین نتیجه میرسند. خب این فرهنگه، این اسمش از فرهنگ استقلال آزادی. حالا ضد فرهنگ استقلال آزادی نگاه کنید به رفتار رژیم ایران، به رفتار به اصطلاح آقای رهبر و دستیاران او در مقابل با همین بیماری. روش دستوریه، خیال میکنه با امر و نهی مشکل حل میشود. نه، نمیشود. خب میبینیم که نمیشود، دامنه فاجعه گسترده تر میشود. خب حالا اگر ما بخواهیم ببینیم که
در یک جامعه این فرهنگ این جامعه چقدر غنی و چقدر قوی است. چه ضابطه ای داریم؟ الان تو دنیا دیگه شما همین الان میبینید که در جامعه های مختلفی سر این ماسک و غیر ماسک که از هم بدوزن عمل میشود روزانه. این آقای ترامپ میگوید که آقا میپرسن ازش آقا این تحریم هایی که شما در مورد ایران وضع کرده اید برای خود یک مسئولیت اخلاقی نمیشناسید که موجب بیشتر شدن مرگ و میر در ایران میشود. میگه چرا میشناسم، اما ایرانی ها از ما نخواستند که تحریم ها رو برداریم، از سازمان ملل خواستند. شدفتا و این فرهنگ ضد فرهنگ قدرت، این فرهنگ استقلال آزادی رابطه مستقیم با واقعیت در کله این آقا نیست. چون اگر بود آقا لازم نیست کسی از شما بخواهد. شما که میگویی مسئولیت اخلاقی سرت میشود، خود میباید ابتکار میکردی. وقتی میبینی یک تحریم هایی رو مردم مردمی قربانی اون هستن، نمی باید وضع می کردی. باید یه مستبدی از سرکار تقاضا کند تا شما به مسئولیت اخلاقی خود رفتار کنی. و این هم این مثلا رابطه مستقیم با واقعیت نیست، از راه قدرت با واقعیت برقرار می کنی. قدرتی که میگه من هستم و قدرت امریکاست، او باید در برابر من زانو بزند، تقاضا کند من التفات کنم، مثلا یک تحریم هایی رو بردارم. از این آدم برمیاد که بره از آلمان رو نمیدونم ماسک کش بره، نمیدونم از خریدهای فرانسه رو از چین برداره ببره، کاملا برمیاد. اینکه در اسلحه بخرن که نکنه وضعیت پیش بیاد که مردم به جان هم بیفتن، اینا یعنی اون بنی آدم اعضای یک پیکرن تو کله اینا نیست. رابطه مستقیم با واقعیت نیست، از راه قدرت با واقعیت رابطه برقرار میکنه. و این توجه هم نداره که این گونه پویای تخریب، پویای ویرانگری نتیجه ارتباط غیر مستقیم با واقعیت است. از رابطه غیر مستقیم با واقعیت، مثلا از طریق قدرت رابطه با واقعیت برقرار کردن، عقل خلاق نمی شود، پس فرهنگ به وجود نمی آید. این است که اگر ما بخواهیم ببینیم رابطه فرهنگ با ضد فرهنگ در جامعه ها چگونه رابطه است و جامعه ها چه اندازه فرهنگ دارن، انسان ها چقدر قدر استقلال و آزادی خود رو میشناسن و به کار میبرن در زندگی، در اندیشیدن، در گفتن، در عمل کردن، یک مثلا محک و معیار وجود داره. کدومه؟ اون اینه که ما ببینیم که در هر جامعه عقلانی ها نسبت عقلانی ها به خرافه ها و غیر عقلانی ها چه اندازه است. اگر میزان عقلانی ها بالا بود، میگیم اون فرهنگ استقلال و آزادی بیشتر، ضد فرهنگ قدرت کمتره. ای وارونه بود، نه، این معناش این است که اون جامعه گرفتار خفقان اخلاقی است، ببخشید خفقان فرهنگی است. و جامعه هایی که گرفتار خفقان فرهنگی می شوند، گرفتار انحطاط پیدا می کنند، در خطر نابودی قرار می گیرند. تاریخ بشری پر است از این نمونه های جامعه هایی که گرفتار انحطاط شدند و از بین رفتند. حالا در کشور خود ما نگاه کنیم، در سطح حاکمان چقدر عقلانی ها عمل می کنن، چقدر غیر عقلانی ها و خرافه ها و اینا عمل می کنن.
این که مامای روز اول می توانستند مانع ورود این بیماری به ایران بشوند، بر فرض ورود در همون روزهای اول محاصرش کنند و از میان بردارند، امر مسلم. اینه که پوشاندن این واقعیت ها، این هم امر مسلم. خب این غیر عقلانیه، این از راه طریق قدرت با واقعیت رابطه برقرار کردنه، نوعی از رابطه این رژیم با چین دارد و نوعی از رابطه با مردم ایران دارد، نوعی ملاحظات در سر دارد که ایناش کنون عقلانی نیستن. این که در جمعیت کشی کند برای 22 بهمن، این که افرادی رو پای صندوق های رأی ببرد، این که به اصطلاح روابطی با چین داشته باشه در زمانی که همه دنیا قرنطینه برقرار می کردن، نتیجه شده این وضعیت که الان ایران داره. اینا هیچ کدوم عقلانی نیست، اینا همه رابطه از راه قدرت با واقعیت. بعد هم در ایران این که گسترش پیدا کرد، هنوز روش کار حکومت رژیم با این بیماری عقلانی نیست، رابطه مستقیم با واقعیت در حال حاضر نیست برقرار کنه. آقا این یک بیماری است فراگیر، از واگیر گذشته فراگیر شده. خب این یه راهکار داره مقابله با این بیماری. خب یه ملاحظات مانع می شود که این راهکار به عمل بیاد، چون رژیم از طبیعتش قدرت محور است. به مقداری که قدرت محوره، این ملاحظات رو بیشتر رعایت می کنه. چون که همینجور در همینطوره در امریکا، همینطوره در برزیل، همینطوره در ایران. خب از دید دیگری هم که نگاه کنیم به مسئله، بیشتر توجه میکنیم که به اهمیت رابطه مستقیم عقل با واقعیت. خب ما ایرانی ها چقدر تربیت شدیم که با واقعیت به طور مستقیم رابطه برقرار کنیم؟ انصافا میگریزیم از رابطه مستقیم با واقعیت، میگریزیم. چون میگریزیم گرفتار استبدادیم دیگه. خب استبداد یعنی این که ما با واقعیت رابطه مستقیم برقرار نمی کنیم، الا و للا باید از طریق قدرت رابطه برقرار کنیم، نتیجهش میشه استبدادی که بر ما حاکمه. در جامعه های دیگر هم همینطوره. خب در یک جامعه ای که از راه قدرت سرمایه و سرمایه‌داری با واقعیت رابطه برقرار میکنه، خب طبیعی است که سرمایه داری قدرت میگیره و بزرگ میشود. این دو چهارتا است. در همون حال که پیامبر ما یکی از نیایش هاش این بود که خداوند را به من اون توانایی را ببخش که بتوانم واقعیت را همونطور که هست ببینم. خب شما آقایان روحانیون این نیایش رو به عمل میارید؟ کوشش میکنید با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کنید؟ در قضیه این بیماری این کار کردید؟ در رابطه با ولایت مطلقه فقیه این کار کردید؟ اصلا این ولایت مطلقه فقیه رابطه مستقیم با واقعیت؟ یا شما میگویید که واقعیت محکوم است به اینکه اون شکل و محتوا را بپذیرد که این ولایت تحمیل می کند؟ خب میشه این وضعیت که الان ایران دارد. وقتی رابطه مستقیم نیست، عقل خلاق نمی شود. عقل خلاق نشد، فرهنگ نازا می شود، عقیم می شه. جامعه میشه جامعه بی فرهنگ. میگن عقب مانده، این که میشه میگن عقب مانده، به این جهت میگن دیگه که فرهنگ های اونها، جامعه هایی که فرهنگشون رشد نمی کند،
به لحاظ که اون خلاقیت های فردی و جمعی تو اون جامعه ها کمه. علت این که کمه این است که خودانگیختگی انسان ها به لحاظ این که عقل اونها قدرت محور است و قدرت مدار است و مستقل و آزاد نیست، خلاق هم نیست، یعنی اون توانایی خلاقیاشو ازش غافله، نمیکنه استفاده نمیکنه از اون استعداد خلاقه. چون اون استعداد رو بخواد استفاده کنه باید استعداد علمی رو هم فعال کنه، استعداد هنری رو فعال کنه، استعداد سیاسی رو فعال کنه، استعداد رو عرض کنم اندیشه راهنما رو فعال کنه، استعداد اونس و اینا رو فعال کنه. در دشمنی و تضاد و رقابت و تقابل قوا عقل خلاق نمیشه. عقل انبساط میخواد، این همانی میخواهد با هستی، یعنی دوستی میخواد. خب در یه جامعه ای که رابطه ها بیشتر رابطه قوا هستن، یعنی ارتباط ها با واقعیت مستقیم نیست، اون در اون جامعه ها فرهنگ هم ضعیفه، عقیمه، نتیجه ضد فرهنگ قدرت روش میکنه. اینی که میگن در مثلا فلان کشور پول حرف اول را میزند، یا نمیدونم دروغ زبان عمومی است، یا اگر قدرت داری زندگی داری، اگر نداری سرت بذار زمین بمیر. جهان دا جهان جای زور است و بس، مکافات بی زور گور است و بس. خب این توضیحاتی که من عرض کردم، امیدوارم که این توجه رو به اهمیت رابطه مستقیم با واقعیت جلب کرده باشم. اگر همین رو شما الان که در خانه ها هستید و در قرنطینه هستید تمرین بکنید، با خودشناسی شروع کنید، با خود رابطه مستقیم برقرار کنید، کار مهمی ها. ما انسان ها وقتی عقل ما قدرت محور و قدرت مدار می شود، رابطه مستقیم با خود رو با رابطه غیر مستقیم جانشین می کنیم. از دید قدرت در خود می نگریم. من کیم؟ اگر یه چیزی، مقامی، پولی، امکانی داشتم، میگم من آنم که این مقام دارم، این امکانات مالی دارم. اولا اگر نداشتم خودو تحقیر میکنم که من هیچی نیستم و هیچی به حسابی نیستم و گرفتار کسکردگی این حرفا. حال اینکه اگر رابطه مستقیم با خود برقرار کنید، وقت ببینید که این استعدادها که شما دارید، فرضها که دارید، حقوق که دارید، اینا در شماست، همین ها رو دارید، از ازش هم غافل بودید، چون رابطه مستقیم با خود برقرار نمی کنید. در یک جامعه ای که سطح عمل به حقوق نازل است و به جاش سطح عمل به اوامر و نواهی قدرت بالاست، و این فرهنگ ضعیفه، این جامعه بنده زور می شود. خب پس قدم اول میشه این که خودشناسی، رابطه مستقیم با خود. قدم دومی میشود این که حالا که در خود داری مینگری، توجه بکنید که تو جامعه ها به لحاظ رابطه غیر مستقیم با خود، انسان ها با خود هست که یک عرصه گسترده‌ای برای تولید انبوه خرافه ها و غیر عقلانی ها به وجود میاد، اسطوره ها به این جهت به وجود میاد، اینکه حق رو به شخص بسنجی به این دلیله که رواج پیدا میکنه، اینکه مجازها
پرشمار می شوند و بخش مهمی از زندگی انسان ها زندگی مجازی می شود، دنیای خیال بخش عمده زمان انسان ها را خیالات پر می کنند. این یک دلیل اساسیش این است که انسان ها با خود رابطه مستقیم برقرار نمی کنند، نمی خواهند واقعیتی که خودشون هستن اونجور که هستن بشناسن. نتیجه با ایجاد دنیای مجازی از خود یک موجود مجازی می سازن و با او رابطه برقرار می کنن. این یعنی رابطه غیر مستقیم. وقتی اینجور شد خود زمینه فراهم می شه دیگه، آدمی آماده است برای هر خرافه‌ای رو بپذیره، دروغ را راحت قبول میکنه، اما راست براش مشکل قبول کردنش، چون دروغ با اون من مجازیش میسازه. این که من میگویم مسئله تازه نیست. این شما در مولوی هم که بخوانید میبینید که او هم شما انسانها رو قرنها پیش به همین امر خوانده که حواستون رو جمع بکنید، من واقعی رو بشناسید به من مجازی، خب و در من مجازی از خود بیگانه نشوید. و الان شما در قرنطینه میتونید این تمرین را هم بکنید و وقتی کردید و با من واقعی خودتون رابطه برقرار کردید، مجازها، غیرعقلانیها، خرافه‌ها رو از زندگی راندید، اون وقت این فرهنگ ساز میشه. فرهنگی که میسازید چون خلق میشه فرهنگ استقلال آزادی، چون عقل تا وقتی مستقل و آزاد نباشه نمیتواند خلق کند. توجیه میتونه بکنه اما خلق نه. عرض کنم به شما، حالا مجاز سازی در دنیای معاصری که الان ما هستیم دو شکل جدید به خودش گرفته. یکی از اون اشکالش این است که غیر واقعی رو به عنوان واقعی به کرسی میشونه، میگه نه آقا من با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کردم. خب چجوری؟ میگه آقا این تسلیحات عظیمی که شما ایجاد کردید، اینکه دو سوم تولید بشری مخرب و ویرانگر هستن، اینکه محیط، میگه آقا اینا واقعیت خود باید پذیرفت. آقا این ولایت مطلقه فقری واقعیت باید پذیرفت. مواد مخدر شویش در دنیا واقعیت باید پذیرفت. این رابطه مستقیم با واقعیت نیست، دروغ میگه این که این حرف میزنه، توجیه میکنه. اینها واقعیت نیستن، اینها فراورده های نظام سلطه در زیر سلطه هستن. یکی از پویایی های این نظام پویایی فساد و نابسامانی هاست که اینها فساد ها رو در دنیا میگستره. خشونت ها را یکی دیگرش هم پویایی خشونته، خشونت در دنیا میگسترد. اینا با چیزهاییست که ما ایجاد کردیم، بخش ضد فرهنگ که گسترش پیدا کرده، ساخته های ما به اصطلاح در نظام مسلط زیر سلطه است. بخواهیم ما رابطه مستقیم با برقرار کنیم، ما باید با زندگی رابطه مستقیم برقرار کنیم، با حقوق ذاتی حیات رابطه مستقیم برقرار کنیم، با عقل خود به عنوان دارنده استعدادها و فضاها که یکی از اونها استعداد خلق است نگاه کنیم. بنابراین خود رو خلاق فرهنگ باز بیابیم. یکی دیگه از این به اصطلاح غیر
عقلانی ها، غیر واقعی ها، یا بگوییم ساخته های ذهنی که به جای واقعیت به خورد می دهند و برای توجیه وضعیتی که انسان ها دارند به کار می روند توسط فکرهای جمعی جبار و تبلیغات شبان روزی و اینکه بخشی از مجاز سازی ها که انسان ها رو در اون مجاز ها بکشونن به اون فضاهای مجازی و که خیال کنن به بچه زندگی دارن، اینه که میگه آقا شما بهترین ها در زندگی ها در دنیا دارید. مثل همین آقای ترامپ گفته ما میدونیم که ایرانی ها خیلی امریکایی ها رو دوست دارن و اصلا عاشق اون چیزهایی هستن که ما داریم. خب این تبلیغش میکنه که من بهترین زندگی روی زمین من امریکایی دارم. حالا تو ایران هم همین تبلیغ میکنه، غیر از این تبلیغ نمیکنه. به زمان یک روحانی تو از این همین دولتی ها گفته بود که تمام بشریت در آرزوی یک لحظه زندگی آزاد در ایران هست. یا میشینن و تبلیغ عمومی ترش این است که مقامات این رژیم مرتبی رو میگن آقا ما در منطقه، در کشورهای در سطح خود اون از همه بهتریم. کجای منطقه دموکراسی هست که ما نیستیم؟ بین استبدادها ما هنوز کمتر استبدادیم. این گریز از رابطه مستقیم با واقعیت، مجازی رو میسازه، میگه آه تو این نه اون، دیگران از این بدترن، تو هم به همینی که داری راضی باش. یا مثلا یکی باز رایج‌ترین ترس ها که ایجاد می شود این است که میگه آقا شما وضعیتی دارید قدرش بدان، امنیتی دارید که در هیچ کشور منطقه نیست. دست به ترک این رژیم بخورد میشی سوریه، میشی افغانستان، میشی عراق. حالا مرض آمده، بیماری آمده، ببین که یعنی چه استبداد، یعنی چه این ضد فرهنگ قدرت. ببین اهمیت فرهنگ استقلال و آزادی رو در مقابله با فقر، در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، در مقابله با مجازها، در مقابله با غیر عقلانی ها، خرافه ها. الان وقت دارید دیگه، این واقعیت هم جلو چشمه دیگه، نمیتونی ازش بگریزی. ببین این واقعیت ناشی از رابطه غیر مستقیم با واقعیته. فرهنگ استقلال آزادی فراورده رابطه مستقیم با واقعیت و برانگیزنده انسان ها با فرهنگ به زندگی در رابطه مستقیم با واقعیت است. خب نتیجه این قسمت از بحث ما می شود این که اگر ما رابطه ها رو تو جامعه هر آدمی یا هر گروه، هر خانواده ببینه که این در روز از رابطه هایی که برقرار میکنه چند تاش با واقعیت رابطه مستقیمه، چند تا غیر مستقیمه. اگر غیر مستقیم ها بیشتر شد یعنی که گرفتار ذات فرهنگ قدرته و این به اون میگوید چرا استبداد در ایران حاکم است. اگر میزان رابطه های مستقیم بیشتر شد بود این یعنی که فرهنگ داره، فرهنگ استقلال و آزادی دارد و این طبیعتاً از قلمروی حاکمیت استبداد خارجه. به این ترتیبی که وقتی من عرض می کنم جامعه میتونه از راه فرهنگ دار شدن، از راه عمل به حقوق، از راه برداشتن زور و فساد، از ترکیبی که از پول و علم و فن
زور و فساد به وجود میاد، در رابطه قوا به کار می رود. اگر شما زور و فساد رو بردارید، حق رو قرار بدهید، رابطه تغییر میکنه، زندگی شما عوض میشه، استبداد از میان میرود، حرف هوا نیست. شما در مردم ایران یا هر مردم هر جامعه دیگری که این صبح بحث رو میشنوند، به مقداری که با واقعیت رابطه برقرار میکنید، زور و فساد بیمحل میکنید. نتیجه استبداد حاصل یا منتجه به کار بردن مداوم زور و فساد در رابطه های فرد با فرد، گروه با گروه، اون منتجهش میشه اون استبداد دیگه. وقتی این زور و فساد از ترکیب حذف شد، رابطه ها رو حقوق تنظیم کرد، اون استبداد بیمحل میشه. شما میشید ملت فرهنگ ساز، فرهنگ استقلال آزادی میسازید. خب بعد بحث دومی که به کوتاهی می شود بدان پرداخت، به لحاظ اینکه وقت ما کمتر شده، یکی از این قرنطینه نشینی و گفت و شنود از راه وسایل فنی جدید، این محدودیت زمان است که باید رعایت بشود. اون این است که آدمی یک مجموعه از استعداد است، اگر در خود بنگرد. این که من به شما عرض میکنم حاصل تجربه است. حالا یکی از اون استعدادها هم استعداد خلق، اما این استعدادها تک تک به کار نمی افتن. اینا باید مجموع به کار بیفتن. یعنی استعداد خلق وقتی میتونه عمل کنه که استعداد علم هم عمل کنه، اون چرا که استعداد خلق لازم داره در اختیارش بگذاره. استعداد فکر راهنما عمل کنه، اون راه و روش عمل در استقلال و آزادی رو بهش یاد بده، اون در اختیار اون استعداد خلق بگذاره. استعداد عرض کنم اونس، اون رو از محدود کننده ها رها کنه. یعنی استقلال که این همانیش با هستی رو پیدا کنه، آزادی که عمل در مقام این همانی با هستیش، اون را هم پیدا کنه تا بتونه خلق کنه. حالا استعدادهای دیگه هم بخوام بگم طولانی می شود. فرهنگ حاصل این خلقه، همچه خلقی. خب اگر جامعه ها همه در استقلال آزادی زندگی می کردند و رابطه ها رو حقوق تنظیم می کردند، فرهنگ ها همه فرهنگ های استقلال آزادی می شدند و از ضد فرهنگ قدرت که دروغ باشه و نیرنگ باشد و عرض کنم به شما انواع تخریب ها باشد و وسائل تخریب ها باشد و فراورده هایی که تولید و مصرفش برای تخریب باشه، اینا پاک بود و الان ما یک محیط زیست سالم، یک دنیای از صلح و رشد انسان بر میزان عدالت اجتماعی و طبیعت به اصطلاح آبادان داشتیم و نداریم. ما هم اکنون گرفتار پویایی مرگ هستیم. مجموعه جهان از راه اتفاق این بیماری کووید 19 یا همین ویروس کرونا، بشر رو، بخش مسلط و زیر سلطه رو در برابر یه واقعیت قرار داده که همه میبینن که بله، بنی آدم اعضای یک پیکرند. حالا که در برابر این واقعیت قرار گرفته، باید که این استعدادهای انسانها، استعداد علمی و خلاق و هنری و فعال بشوند، از جمله برای یافتن درمان و مثلا واکسن و این چیزهایی که این بیماری رو از میان برداره.
حالا فرض کنیم که اینو ساخت، اینم از میان رفت. اما اگر اون ضد فرهنگ فکری برای اون نکند، فردا یک ویروس دیگری پیدا میکنه، چون که الان در عمر ما چند تا از این ویروس ها پیدا شده، همش هم عالمگیر، خب بازم پیدا میشه. بنابراین ما باید مسابقه بدیم، دائم از یه طرف ویروس تولید کنیم، از اون طرف انسان ها کشته بشوند و هزینه های عظیم ناگزیر به عمل بیایند و دوباره برای اون درمان درست کنیم، باز از نو، روز از نو، روز از نو. این به اصطلاح پایانش میشه مرگ. یه مسابقه ایست که در این مسابقه برد با مرگ. حالا ما اگه ما خواهیم که زندگی برنده بشود چه باید بکنیم؟ اینجاست که مسئله فرهنگ اهمیت پیدا میکنه. فرهنگ استقلال آزادی. خدا اصلا استقلال شما نگاه کنید. سر همین بیماری اون کشورهایی که به فکر این بودن که در برابر این گونه حوادث امکانات داشته باشن، آمادگی داشته باشن، بهتر توانستن از عهده بر بیاد. اونایی که نه، به خیالشون نبوده، گرفتار شدن، نمیتونن از پسش بر بیان، یا از هم میدوزن، چون در موقع اونچه اساسی است رو فکرش نکردن اینا رو باید داشته باشن. یکش مردمی که آزادی افرادش ندارند، خود جامعه هم فضاش فضای بسته استبداد هست، این همچه جامعه ای استقلال نمیتونه داشته باشه. محکن هم استقلال محک آزادی است، هم آزادی محک استقلاله. اگه شما ایرانی نگاه کن، آزادی داری پس استقلال هم داری، اگر نداری استقلال هم نداری و به عکس. خب حالا این بیماری آمد، ببینید آقا، حالا یک کسی نوشته بود که این آقایان این بیماری رو وسیله کردن بلکه این آقای ترامپ رو ناگزیر کنن، این تحریم ها رو الغا کنه. یعنی چی این؟ یعنی استقلال ندارد. حالا فرض کنم این نوشتم نادرست، اما امر این که شما هی دائم میگه آقا ما یک کشوری هستیم که هیچ کدوم امکانات رو نداریم برای مبارزه، چرا نداری؟ بلکه استقلال نداری دیگه. اگر داشتی تحت تحریم ها قرار نمی گرفتی. استقلال یعنی و یکی از تعریف های اساسیش این است، در قرار گرفتن در وضعیت نه مسلط نه زیر سلطه. شما اگر ایران رو که انقلاب شد گفتیم نه شرقی نه غربی، یعنی این دیگه، نه تحت سلطه غرب نه تحت سلطه شرق، مستقل از غرب مستقل از شرق. اگر همین موضع رو حفظ کرده بودیم چرا در این وضعیت بودیم؟ حالا که در این وضعیت هستیم یعنی استقلال نداریم. خب حالا که ما استقلال نداریم، آزادی هم نداریم، وجدان‌های تاریخی ما، وجدان علمی ما، وجدان همگانی ما، وجدان اخلاقی ما هم عمل نمی‌کنه. یعنی اینا چرکین شدن، آلوده شدن. یکی از مشخصه های مهم فرهنگ استقلال و آزادی زلال بودن وجدان تاریخی است که به شما میگه تجربه ها رو. اگر شما قرار بود این وجدان تاریخی درست عمل میکرد، ما کودتای 28 مردادی که دیدیم دیگه نباید کودتای خرداد 60 میدیدیم و دیدیم، پس او عمل نکرده. اگر وجدان اخلاقی عمل میکرد نمیباید ما گرفتار این بیماری واگیر میشدیم، نه ما نه جامعه های دیگر. اگر وجدان همگانی عمل میکرد خب میباید جمهور مردم خود تصدی میکردن مبارزه با این
بیماری رو. و اون فرهنگ استقلال و آزادی یعنی این سه تا وجدان. ببخشید این چهار تا وجدان. حالا در ماه آینده دوباره قبلا هم راجع به وجدان ها صحبت کردم، بار دیگر از موضع فرهنگ استقلال و آزادی به این وجدان ها و عملکرد اونها خواهم پرداخت. امیدوارم تا اینجای بحث به کار شما بیاد و در قرنطینه که هستید بنشینید و تمرین کنید رابطه مستقیم با واقعیت رو و فعال کردن استعدادهای خیش رو و خلاق شدن رو. شادی و پیروزی شما را باد، اونا که در این شنیدن این بحث شرکت کردن و همه دیگر هموطنان و همه دیگر انسان ها را.